ادامه مطلب در حقیقت مدل سازی مون میرسیم به جورفرنس کردن یا در حقیقت تعریف مختصات جهانی منطقه. اگه اینجا شما دقت بکنید این قسمت بوچه بالا یه مدل ما هستش x0 و y0 توی GIS ما. در حقیقت ما اگه بخوایم در نظر بگیریم ما از اینجا اگه بخوایم مدل رو مثلا بالفرض یک منطقه رو مثلا مدل سازی بکنیم، مثلا بالفرض این مربع رو بخوام مدل سازی کنم، این گوشش میشه چقدر؟ ما گفتیم که طولش باشه چقدر 18 کیلومتر، از اینجا بیام پایین تر البته این 22 کیلومتر شد، یکم کمترش میکنم، من اینو بیارم پایین تر، این باشه مدل ما از اینجا، این میشه چقدر؟ 18 کیلومتر مثلا بالفرض، مثلا 18 کیلومتر البته این بازم زیاد شد، این من کوچکترش کنم تا اینجا بیاد، بعد اینو چقدر باشه ارزش مثلا باشه 22 کیلومتر 21 کیلومتر یا 22 کیلومتر، اینو یکم بیاریم این ورتر. خب این دقیقاً این تیک از آبخان رو ما می‌خوایم مدلش رو بسازیم، چون اینجا بالا دست پایین دست دقیقاً چاهی هم اینجا دقیقاً آبخان نیست، اینجا هم چاهی نیست، این پایین هم دیگه چاه نیست، اینجا هم که تو ارتفاعات ما می‌خوایم این شرایط مرزی رو برای سفره در بیاریم. حالا اینجا این مختصات این گوشه ما چقدره؟ این مختصات رو مختصاتش هست 221 موس که نگه می‌دارم، اینجا مختصات می‌نویسه 221 221 و y‌ش هست 3638 مثلا 30. اینجا میام این مختصات رو بهش میدم 221 30 228 چی بخشید 36 38 30 36 38 1 2 3. حالا این x1 و y1 دقیقا مختصات این گوشه پایین منطقه من هستش، x1 y1 که من اینجا میشه چقدر؟ این یکی میشه 220 30 221 30 بازم 36 18 30، یعنی دقیقا همین دقیقا مختصاته 221 30، اینجا میشه چی؟ 36 18 دقیقه 36 18 30. دیگه اعشارشو دیگه خوردشو نمیخوریم. بعد x2 y2 این گوشه منطقه من هستش، یعنی میاد اینجا قرار میگیره، میشه دقیقه 242 و 36 38، 242 30 36 38. دقیقا این 36 38 میدید همین x0 و y0ش اینجاش با هم منطبقه. حالا این اگه دقیقا بکنید از 221 تا 242 چقدر فاصله هستش؟ اگه از هم کم کنیم میشه دقیقا چقدر؟ 21 کیلومتر میشه. این اگه من اوکی بکنم این میره توی چی؟ مختصات جهانی ما. حالا اگه من بخوام یک نقشه رو اینجا توش وارد کنم، میاد قسمت مپس اینجا، اگه مثلا dxf فایلی داشته باشم اینو میتونم چیکار کنم؟ این شیپ فایل رو اینجا ادش کنم، این رنگش میشه سیاه باشه، این منطقه من مدل من میاد اینجا چی توی این قرار میگیره، یعنی تمام این یک چیز شبیه جو رفرنس کردن هست توی چی؟ مدل ریاضی من توی منطقه من. البته ببینید اینجا باز یکم سفیده، یعنی ما باید گرید رو یکم چیکار کنیم؟ شیفتش بدیم، گرید رو باید بریم شیفت بدیم، بیاریم اینجا چیکار کنیم؟ اینو اینجا قرار بدیم که منطقه‌مون رو چیکار کنه؟ تحت پوشش قرار بده. اگه من بیام این مختصات رو باز انوایرمنتش رو تغییر بدم، مثلا اینجا اینو بکنمش مثلا x1 هم مثلا بکنم 220 یا مثلا 218 1 2 3، گرید من تکون نمیخوره و 36 18 هم مثلا بکنم 36 20 36 17 بکنم یا 36 15 1 2 3 بکنم، این بالا من بیشتر بکنم که منطقه بیشتری رو بتونم ببینم. اینجا رو بکنم مثلا 242 رو بکنم 244 1 2 3، این 36 38 رو بکنم 36 40 1 2 3، این منطقه من میاد اینجا قرار میگیره. حالا میخوام اگه گرید رو جابجا کنم میتونم چیکار کنم؟ اینو توش فیت کنم. این مدل ریاضی من دقیقاً اینجا چی میشه؟ این جورفرنس میشه به این ترتیب. دقیقاً هم مختصات UTM ایه که من تو زون 41 داشتم اینجا رو آوردم توی مدل، اینجا براش چیکار کردم؟ تعریف کردم. یه کاری هم که کردم این بود که شیپ فایل منو به DX شیپ فایل ما به DXF تبدیل کردم. اینم دقیقاً کاری بود که قبلش انجام داده بودم که کار راحت‌تر بشه. بعد اینجا اومدم چیکار کردم؟ از قسمت انوایرمنت اینا رو براش تعریف کردم و اینجا هم که اومدم از قسمت مپ اومدم چیکار کردم؟ اون فایل dxf هم رو انجام دادم.